سلام مجدد، دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، شنوندگان خوب آرین اف ام و همچنین کسایی که بیننده صبح زندگی هستین. ما را همراه باشین در بخش رنگین کمان هستیم. مهمان خیلی گرامی هم داریم با تصاویر خیلی زیبا. امروز در صبح زندگی در بخش رنگین کمان با ما هستن سعادت مهرزاد، نقاش و رسام. خواستیم در رابطه با کارهای جدیدشان و در رابطه با هنر نقاشی و رسامی بیشتر صحبتای داشته باشیم و امروز هم متفاوتر نقاشی که با خود آوردن واقعا جلب توجه میشه، زیبایی به خصوص خود هم داره، به خصوص از کوچه کافروشی یاد بکنیم که اونجا هر زمانی که بریم بازم لذت بخش است. اما یک تصویر خیلی زیبا از کوچه کافروشی هم امروز در برنامه صبح زندگی با خود آوردن. آقای مهرزاد صبح بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. صبح شما بخیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام احترام دارم خدمت شما همکارانتون و تمام ملت گران قطر افغانستان. اسمم سعادت هست، مهرزاد تخلص میکنم، نقاش هستم از کابل افغانستان، منزل مؤسسه پانزه هنرهای زیبا در پانتون کابل میباشم. دیگه مدت 7 سال است که به طور حرفه‌ای نقاشی پیش میبرم. در این 7 سال چی تغییر، چی تحول در زندگی خودت ایجاد شده؟ این کار با نقاشی آغاز کردی، یعنی هنر نقاشی طبعا هر شغل هر وظیفه طبعا سر شخصیت، سر کردار، رفتار، روح و روان تاثیر میگذاره. حالا تغییراتی که شما تجربه میکنین چی هست؟ خب تغییرات خیلی زیاد در زندگی ما وجود آمده، مثل این که تازه که شروع کرده بودیم و احساس و درک فعلا از هنر داشتیم وقت نداشتیم. دیگه فعلا در یکی از آموزشگاه ها تدریس میکنم و حال امی که دوستای ما به اسم استاد صدا میکنن چی میکنن امیر جای فخر است. بیاین از کوچه کافروشی شروع بکنیم. کوچه کافروشی برای همه هموطنهای ما یک جای نامدار و مشخص است که خیلی ها اونجا رفت آمد دارن. چی مدت زمانی کوچه کافروشی رو به نقاشی گرفتین و تمام کردین؟ چند روز در بر گرفت؟ خیلی خوب، کوچه کافروشی رو کار کردیم بی سبک ریالیسم می باشه و دیگه مدت 2 هفته سر اینا زحمت کشیدیم و کار کردیم و دیگه کوچه کافروشی هم یکی از جاهای تاریخی و جاهای قدیمی می باشه که از تاریخ وطن ما زنده می سازه. تصویر جدیدش است یا از گذشته ها؟ ای از گذشته هاست، خب تازه کار شده. یعنی خود دو تاثیر داره، که تصویر قدیمی است، گذشته ها، اشخاص افراد کجا مصروفیت داشتن، شغل کاربار و زندگی داشتن، رفت آمد داشتن، یک تاثیر جدید است که نسل امروز با کوچه کافروشی رفت آمد داره. خب بر صورت ورزش بزکشی که یکی از ورزش های عنعنوی افغانستان است، تیم های قوی است، سایر ولایت ها هر ولایت یک تیم به خصوص خود داره، به خصوص کابل پایتخت همچنان. بین از این تصویر هم یاد بکنیم. خب قسمی که شما گفتین بزکشی یکی از ورزش های قدیمی ما میباشه و یکی از فرهنگ های ما میباشه و دیگه این تابلو را همویه هم سبک ریالیسم است. دیگه مدت 2 هفته یا 2.5 هفته سر زینم زحمت کشیدیم کار کردیم. دیگه سبک ریالیسم بیشتر کار میکنی؟ بیشتر همی سبک ما ریالیسم است. آها. این جلب توجهش بیشتر است یا همو برجستگی تصاویر دایی دیده میشه؟ خب ریالیسم که است یکی از همو قدیمی ترینش همی از سبکا و همو تاریخ نقاشی دم با همی ریالیسم یک جای میباشه که همو واقعی گرانه همو سابق همی زیادتر نقاش زیادتر استفاده میکنه. بله. همی تصویرهای نقاشی یا رسامی که زمان که یک دیوار میباشه از دور نگاه میکنی بسیار همو تصویر خوشایند می باشد. بله بله. و تصویر تخیلی که یک بحر است و یک کشتی هست و نمی فهم که مسیرش به کجا میره و این هم زیبایی خود داره. ما از دور زیبایی خود از این را دیدم، خوشایند بود، خواستم بپرسم که این چیگونه یک نقاشی و رسامی است؟ بله. اینا هم سبک ریالیسم است، دیگه تابلوی طبیعت است. دیگه قسمی که ما گفتیم همین تابلو از دور نمای مقبول تر داره تا نزدیکتر. و چی یک بحر خطرناکه؟ واقعا دیگه بله. چطور مشوق شدی؟ چی در ذهنتون آمد که خواستین همچین یک تصویر تخیلی نقاشی بکنید؟ خب من خودم شخصا بسیار علاقه به همین کشتی و دریا و چیزها دارم، دیگه از اون خاطر این شکل هم که دیدم خوشم آمدم. خیلی عالی. و دو تصویر دیگه هم، یکی از ولایت زیبای بامیان داریم. بله بله. نزدیک بودا هست و اطفال نازنین هم در مجادل روان از طرف بودا. بله بله بله. اینا هم یکی از تابلوهایی است که از ولایت زیبای ما بامیان است که یک جاهای بسیار قدیمی می باشه. دیگه اینا هم مصاب کریالیسم است و مدت 1 هفته سر اینام زحمت کشیدیم. دیگه در یک تابلو بسیار کوچک 1 هفته. بله بله. خب مدت تابلو به امو چی به مو تابلو به مو
یعنی هر چقدر عکس تابلو چی باشه مشکل تر باشه و جنجال زیادتر باشه مدتش هم زیادتر. انشاءالله برنامه بعدی هم با دستاوردها و نقاشی جدید شما را جلب کنیم. پیامت به نسل جدید موزیک، کسایی که دوست دارن با هنر نقاشی روی بیارن، یک نقاش ماهر و موفق باشن. خب پیام ما به تمام مردم ما و تمام هنرمندای ماهی است که شما خودتان خالق زیبایی ها و زشتی ها در زندگی خود می باشین و با تلاش کنین که با بهترین افکار و بهترین ایده ها و بهترین احمال بهترین ها را به خود رقم بزنین. موفق و کامیاب باشید. خیلی سپاس آقای مرزاد، موفق باشید. سپاس از شما هموطنان عزیز، شما که بیننده صبح زندگی هستین و بخش رنگین کمان بود. و در این هفته هوا هم خیلی گرم شده، بیشتر به خود توجه بکنین، متوجه ساعت خود و خانواده و بخش اطفال دوست داشتنیتان باشین، هرچند که مکاتبم رخصت است و این شدت گرما امیدوارم که اگر رخصتی ادامه پیدا بکنه چی بهتر خواهد بود، اما بیشتر ما باید متوجه ساعت خود باشیم. در حال حاضر وقفه، دوباره برمیگردیم، ادامه صبح زندگی با ما همراه باشید.